درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم یه مقدار نکات ایمنی و اینکه ببینیم چطور این حرکت بچه ها میتونه به موفقیت برسه صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما. درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از دعوتتون. خیلی خوشحالیم که شما بازم به برنامه اپوزیت اومدین و میخواستیم همین ببینیم راجع به فردا و پس فردا و پس اون فردا که قراره 14، 15، 16 یه فراخوان خیلی گسترده ای داده شده و میخواستیم راجع به اون صحبت بکنیم، نقص ها و اشکالاتی که توی، یعنی مشکلاتی که وجود داشت توی قبل که باعث میشد که مثلا بچه ها گیر بیفتن، دستگیر بشن یا اینکه گلوله بخورن بی خودی. چطور میشه جلوی اونا رو گرفت؟ میخوایم راجع به اونا صحبت بکنیم. من خودم پیشنهاد کرده بودم که باید ترافیک بشه همه جا. اگه موافقی اول راجع به ترافیک صحبت بکنیم که اصلا ترافیک چه نقشی داره، به چه دردی میخوره این ترافیک درست کردن. خب اول بایستی بگیم چرا ترافیک. ببینید این خیابون ها و بلوار ها و اتوبان های داخل شهر ها، به خصوص خطوط بی‌آر‌تی در شهری که بی‌آر‌تی دارن مثل تهران، شبیه یک رگ در بدن. این رگ وقتی مسدود بشه برای جمهوری اسلامی منجر به این میشه که سکته کنه. خب وقتی که این خیابون‌ها مسدود باشن، جمهوری اسلامی نمیتونه به راحتی نیروهای سرکوبگرش رو جابجا کنه. حالا شاید از دوستانی بگن از کوچه پس کوچه، درست از کوچه پس کوچه، ولی اون نیرویی که قراره در طی یک رو الا 20 دقیقه برسه، با کوچه و پس کوچه شدن مسیرش میشه نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت. پس این خودش یک فرصتی میده به هموطنانی که در اون تجمع هستن تا اینکه خودشون رو پیدا کنن، خودشون رو قوی تر کنن و آمادگی مقابله با اون نیروها رو داشته باشن. ولی این ترافیک یک بار دیگه هم داره بار روانیه. یعنی وقتی که تموم خیابونها ماشینها ایستادن، بوق میزنن، ترافیک شده، خودش یک جو روانی رو ایجاد میکنه. اون فرماندهان سرکوبگری که در اتاق مانیتورینگ نشستن و دارن خیابون رو رصد میکنن دچار سردرگمی میشن. پس فقط نباید بگیم ترافیک یک موضوع ساده است، بلکه بسیار مهم و حیاتی. حتی ما در ذهن خودمون هم وقت در مثال هم داریم، در بین خودمون میخوام این راهشو بستی، مثلا این اتفاق افتاد، من راهشو بستم دیگه مثلا این اتفاق نیفته. یعنی میخوام بگم این راه بستنه همه جا خوبه، حتی در داخل خیابون هم که مانعی میشه که نیروهای سرکوبگر به راحتی تردد کنند. مورد دیگه‌ای که ترافیک، یعنی مثلا ما دیدیم توی اون جریان اوین که پیش اومد، یه دفعه همه خیابونای اطراف تمام شاهراها بسته شد، یا توی همین شادی‌هایی که چند روز پیش بابت باخت جمهوری اسلامی مردم انجام دادن تو شهرهای مختلف، تمام خیابون‌ها بسته بود. و خب من فکر کردم که وقتی خیابون‌ها بسته بشه دیگه اینا عملاً خب نیروی سرکوبشون که نمیتونن برسونن، یعنی مجبور میشن از ماشیناشون پیاده شن و بیان لای این ماشینای مردم و اونجا خب خیلی ضربه پذیرترن. یعنی عملاً دیگه سلاح‌هاشون دیگه کارایی چندانی نداره، تو مثلا تو فاصله که میتونن ببینن یه کسی که بخوام بزنن دیگه تمام به چند متر میرسه و عملاً اون اسلحهشون تبدیل میشه به یه لوله آهنی در حقیقت. یعنی کارایی اسلحه توی فضای باز رو نداره. نظر چیه؟ خب ترافیک خوبه. حالا جدا از این که میان پایین از وسایل نفیهشون، ما باید بس بودیم روی این که نمیتونن به اون قسمتی که میخوام برسن، یعنی بخوام به اون سمتی برن که مردم تجمع کردن، هموطنان ما حضور دارن و بخوام برم اونجا رو سرکوب کنم. حالا این بقیه موادی که شما گفتین هم کاملا درسته و اینکه یک کلام میشه گفت که در اجرای نقششون، در اجرای برنامه سرکوبشون دچار اختلال میشه و دچار سردرگمی میشن، کاملا موافقم باشم. و بعد اینم که گفتن که مثلا کوچه پس کوچه میاد، خب این کوچه پس کوچه ها بهترین جاست برای کمین گذاشتن برای این نیروها. فکر نمی‌کنی اینم یعنی یه فرصت، به عنوان یه فرصت باید بهش نگاه کرد که همون کوچه پس کوچه ها رو بهترین فرصته. ببینید اینها بسیار میترسن، یعنی حتی اگه از اون بالای یک ساختمونی بهشون سلام بشه، یعنی اصلا قبض روح میشن، چون اصلا یک چیزی که در مراحل آموزشی هم بهشون میگن
که این شما مراقب باشین که از مثلا از ارتفاعات چیزی به سمت شما پرتاب نشه. این بهترین فرصته، یعنی بهترین فرصته. و چیزی هم که مشخص هم نیست دقیقا کی بوده، از کجا میاد، مثلا بخوان فردا کسی بگه آقا برای من مشکل ساز میشه، نه. این همه کوچه، این همه خونه به هم دیگه بالا خوشونشون به هم دیگه مرتبطن، یا اگر هم آپارتمانی باشن تو هر مجتمعی 40 50 تا خونوار هست، نمیشه مثلا بگیم مشکل ساز میشه، نه. فقط کافی از بالای بار اتفاق بیفته، و ما چند بار دیدیم این اتفاق افتاد که دیگه نیروهای سرکوبگر دیگه از اون کوچه ها و خیابون ها دیگه رد نشدن. دقیقا اونم یک فرصته، یک فرصت بسیار عالی. همین میخواستم اینو بگم که وقتی که یه بار این اتفاق براشون میفته دیگه نمیان از اونجا ردشن، نمیان. خب این یه مسئله. یه مسئله هم راجع به اینه که من دیدم که بچه ها میان هماهنگی، اون هماهنگی که بعد باشه حداقل تو این فیلمایی که البته ما بهت بگم اینم خیلی از فیلم ها رو ما نمیبینیم، یعنی خیلی از اتفاقا داره میفته که فیلمی اصلا ازش گرفته نمیشه، ولی به هر حال اون چیزایی که ما فیلمش میاد بیرون اون هماهنگی لازم نیست و یه مقدار این مشکل ساز میشه، اینی که هماهنگ نیستن بچه‌ها با هم دیگه یا برنامه مشخصی ندارن برای این مقابله با سرکوب. چه توصیه‌ای داری برای اینکه بچه‌ها هماهنگ‌تر بشن و واقعا نقشه داشته باشن؟ این نقشه داشتن چقدر ارزش داره، چقدر مهمه از قبل ما نقشه داشته باشیم که می‌خوایم چیکار کنیم؟ خب در این که شما گفتید هماهنگ نیستن، خب این عزیزان ما که در داخل خیابون هستن نه دوره نظامی رو گذروندن، نه دوره چریکی رو گذروندن. اینها عزیزانی بودن که از پای درس و مدرسه دانشگاه و دبیرستان و یا از سر کارشون اومدن الان در مقابل یک رژیم تا دندان مسلح ایستادن و انصافا هم خوب ایستادن، یعنی خوب هم در این 80 روز به جمهوری اسلامی ضربه زدن. اما همونطور که شما گفتی یک مقداری بایستی این سطح هماهنگی رو بالا ببرن، مخصوصا سطح حفاظتی از خودشون رو. یعنی شما اگر به معترضان در هنگ کنگ دقت کنید، ویدیوهاشون، یا در برخی کشورهای دیگه، اونا حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه خودشون دارن، ولی ما این رو نمیبینیم. یعنی هموطنهای ما بسیار شجاعترن، ولی بایستی به فکر حفظ جون خودشون باشن، حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه داشته باشن. حالا یک بعدش هم برمیگرده به بحث تأمینش از لحاظ مالی، یعنی کسی که در هنگ کنگ به راحتی میتونه برخی از اقلام رو تهیه کنه، ولی در ایران خودمون برای تهیه کردن اون اقلام ایمنی دچار مشکل هستن. ولی خب نبایستی جون خودشون رو به راحتی در معرض نیروهای سرکوبگر بگذارن که مورد آسیب قرار بگیره. از لحاظ هدف داشتن هم خب ما باید قبل از اینکه از خونه خارج میشیم هدف داشته باشیم. میخوایم کجا بریم، چرا بریم، چه کاری انجام بدیم، در نهایت اگه ما اون خیابون رو گرفتیم قدم بعدی ما چیه، قدم بعد از اون چیه. اگر سیل جمعیت شکل گرفت سمت مکان مهم سیاسی رفت، اولین قدم اونجا چیه؟ خب طبیعتاً اولین قدم اینه که با جمعیت کم نبایستی به اون ساختمون با کسی بخواد وارد بشه، چون آسیب میبینیم. بایستید صبر کرد، تحمل کرد تا جمعیت زیاد بشه، بعد پله پله مراحل بعدی. اینا رو همه در برنامه قبل هم با شما گفتیمش، هم در کانال ها و در صفحات اجتماعی ما هم قرار داره، ولی میخواییم هم تو بگیم که این هدف بسیار مهمه. ما اگه هدف نداشته باشیم سردرگمیم، و این میشه که مثلا آخر شب برمیگردیم به خونه هامون و این فرصت رو به جمهوری اسلامی میدیم که نیروهای سرکوبگرش ریکاوری کنن، فرماندهان سرکوبگرش طرح و نقش جدیدی بریزن، و حتی نسبت به دستگیری یک سری از هموطنامون هم اقدام کنن. به نظر من بهترین راهکار برای اینکه جلوگیری بشه از این دستگیری اینه که بچه ها از هم جدا نشن، تنها نباشن جایی. این تنها موندنشون باعث میشه که، چون من دیدم همه این فیلمایی که مثلا میاد دستگیری یه نفره 7 8 نفر ریختن سرش، ولی اگر مثلا 5 نفر باشن 6 نفر باشن دیگه کسی بهشون نزدیک نمیشه. برام خیلی مهمه که بچه‌ها در قالب گروه باشن حتما، و این تنها جایی نرن، تنها نمونن، توی هیچ کوچه خیابونی کوچه پس کوچه ای نباشن. و در ضمن اینم یادشون باشه که میتونن دام بذارن برای نیروهای سرکوبگر، یعنی این دام گذاشتن و اونا رو غافلگیر کردن خیلی مهمه. اصل غافلگیری در آموزش‌های نظامی یه مقدار راجع به این صحبت کنید که چقدر مهمه غافلگیر کردن حریف. حالا ما از نظامی به این میگیم کمین، یعنی وقتی که
شما منتظری هستید که دشمنت از یک منطقه رد بشه، حالا یا شما از لحاظ تعداد نفرات کمتر هستی، یا از لحاظ تعداد از لحاظ تجهیزات نسبت به اون دچار ضعف هستی، یا کلا اصلا میخوای یک طوری غافلگیرش کنی، هم تو شما گفتید بهش میگن کمین. این کمین گذاشتن بسیار عالیه، یعنی ضربه ای که کمین گذاشتن به یک نیروی سرکوبگر، به یک خودروی زرهی سرکوبگر وارد میکنه، اصلا غیر قابل تصوره. قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، شما فقط بایستی بدونید این نیروها یک مسیر مشخص دارن، یعنی تا مگه اون مسیر مسدود بشه، وگرنه از اون مسیر مشخص، مثلا از خیابون آ میخوام برم به خیابون مثلا بی، از یک مسیر مشخص میرن. یک بار اونها رو شما در نظر بگیرید، میتونید روز بعد برای اونها کمین بگذارید. یکی از همون قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، گفتین از کوچه ها رد میشن، از بالا مثلا بهشون سلام کرد، اون خودش نوعی کمین گذاشتنه، بسیار تأثیر گذاره. یعنی میشه مثلا حتی یه سری خیابونا رو خیلی هدفمند بس که اونا رو ببریم تو همون جایی که براشون کمین گذاشتیم، این کارا میشه. دقیقاً. اینم همونطوری که شما گفتید، مستلزم داشتن گروهه، کار گروهی، یعنی کار گروهی شده باشه، دقیقا میشه هم کمین گذاشت و چه بسه تا الان هم گذاشتن، یعنی همونطور که شما گفتید بعضی از موارد نه ویدئوش بیرون میاد نه خبرهاش، ولی خب مبارزه هدفمند هم خیلی اتفاق افتاده در این چند روزه. درسته. و در ضمن این گروه تشکیل دادن که بعد گروه ها بعد به هم متصل بشن، اینا خیلی چیزای مهمیه که بعد دوستانمون در ایران، این بچه های شجاعی که دارن میرن کف خیابون، باید در نظر داشته باشن که گروه ها رو باید یه جوری به هم دیگه متصل بکنن. به هر حال توی هر محله‌ای، توی هر ساختمونی، توی مدرسه، توی دانشگاه که میشناسین هم دیگه رو، حتی تو محل کار بالاخره چند ساله که دارین با یه سری آدم اونجا معاشرت میکنین، میشناسینشون که چه جوری هن، این آدم ها چطوری هن، باید به نوعی این اعتماد رو به وجود بیارین. چطور میتونن مطمئن بشن که به نظرت مثلا چی به نظرت میرسه برای اینکه به این بچه ها بگیم که چطور میشه که به یه نفر دیگه اعتماد کرد، چطوری ما پیدا بکنیم یه گروه دیگر رو که بتونیم این دوتا گروه رو با هم هماهنگ بکنیم. گروه ها مثلا 2-3 نفره، 3-4 نفره، 5 نفره است معمولا، اینو چجوری انجام بدن به نظرت؟ خب شما خود گفتیم بایستی افراد همدیگه رو بشناسن، یعنی الان ما بخوایم هرچی بگیم تهش میرسه به این که این شناخت متقابل از همدیگه داشته باشن. طبیعتا اگه شناخت نداشته باشن این کار از نظر من اشتباهه، ولی اگر قطعا در زندگی ما دوستان زیادی وجود داره، خب بالاخره شاید بالای 100 نفر هر کسی دوست داشته باشه، از این 100 نفر با اونها گروه تشکیل بدیم، و این گروه ها لزومی نداره در مثلا غیر زمان عملیاتی به همدیگه متصل بشن، همین که در داخل تجمعات کنار همدیگه قرار بگیرن، حالت دونه های زنجیر، اونجا به هم متصل بشن، خودش کارسازه. همونطوری که شما گفتید اگر یک نفری گیر افتاد، بقیه اعضای گروه رفتن ازش حمایت کنن، سایر گروه های دیگه هم که اونجا حضور دارن نبایستی تماشاچی باشن، بایستی گیر افتادن اون شخصی از یک گروه دیگر رو به این منوال در نظر بگیرن که عضوی از گروه خودشونه. بالاخره ما همه هموطنیم، همه همرزمیم، همه از باید هم دیگه حمایت کنیم، و این بهترین راهش هم همینه دیگه، همین حمایت داخل میدانی از هم دیگه بهتره تا اینکه ما بخوایم خارج از میدان بخوایم دنبال کانکشن باشیم، امکان داره یه اتفاقاتی بیفته که مناسب نیست، ولی داخل میدان از هم دیگه حمایت کنیم، خودش این زنجیره رو شکل میده. و اینکه به هر حال ما شاهد این بودیم که 2-3 روز پیش حامد سلحشوری که اهل ایزه بود رو از ماشینش پیاده کردن و دزدیدنش، یعنی شناساییش کرده بودن از قبل، ردش رو زدن و مثل اینکه ظاهرا در حال مسافرکشی بود، یعنی داشته با ماشینش کار میکرده، جلوی مسافر آمدن توی مسیر توی جاده پیادهش کردن و خلاصه زدن بردنش و نهایتا هم شهیدش کردن، جونش رو گرفتن. این میخوام یعنی بگم که ما همه ما ایرانی ها الان تحت
یک حکومت اشغالگر ظالم جنایتکار قرار داریم که دیگه خودشون دیگه دارن میگن دیگه اراذل و اوباش رو میارن مردم رو سرکوب بکنن، اینا دیگه حرفای خودشونه. و این نیروهایی که الان نیروهای به اصطلاح کادر و رسمی که کنار اراذل و اوباش ایستادن، ما بارها بارها بهشون توصیه کردیم، نصیحتشون کردیم، هشدار دادیم بهشون. میخوام برای آخرین بار شما یه صحبتی بکنین، به هر حال همکاران قدیمی شما بودن، چرا دارن این کارو میکنن به نظرت؟ یعنی فقط به خاطر پول دارن این کارا رو میکنن؟ خب همونطور که شما گفتی رفتن اراذل و اوباش آوردن، رفتن سراغ اشتری، برگشت که ما رفتیم از مؤسسات انتظام، اون کسانی که میرن در قالب نگهبان یا حفاظت فیزیکی از شرکت ها و بیمارستان ها و سایر ارگان ها ازشون استفاده میشه، اونا جز مؤسسات انتظام هم. میرن از اونا استفاده میکنن، یعنی دچار ریزش نیرو شدن. نه از لحاظ تعدادی، مثلا بگیم آقا نیروی انتظامی مثلا تا 6 ماه پیش مثلا 300 هزار نفر بود، الان شدن 100 هزار نفر. نه، به این نتیجه رسیدن که این نیروها کار بکن نیستن براشون، که تعداد زیادشون، بنابراین رفتن دست به دامان یه اراذل اوباش و از این مؤسسات انتظام و از این حفاظت فیزیکی ها. این تا اینجاش یک نکته مثبتی، اما اون تعدادی که در کنار همین اراذل اوباش و دارن مردم رو سرکوب میکنن، دیگه به اونها نمیشه چیزی گفت که بخوایم آگاهشون کنیم. فقط بایستی به اونها گفت سرنوشت خودتون رو به سرنوشت جمهوری اسلامی گره نزنید. سرنوشت این حکومت نیستی و نابودیه. یعنی شما اگه دوست دارید خودتونم به سرنوشت جمهوری اسلامی دوچار بشید، همین مسیر رو برید. ولی عاقل باشید، سرنوشت خودتون رو به سرنوشت جمهوری اسلامی گره نزنید، خانوادتون رو دوچار مشکل نکنید. اینو میشه بهشون گفت. یعنی دیگه تا دیگه اگه کسی تا الان متوجه نشده باشه، دیگه نمیشه متوجهش کرد. همونطور که شما دارید میگید، ما چند سال داریم میگیم با دلیل، مدرک، برهان. حتی خود شما چند تا برنامه برای معیشت اینها ساختید، چه مشکلاتی دارن. حتی از نظر بهداشت و درمان ما به مشکلاتشون هم پرداختیم. حتی گفتیم که شما دفترچه‌تون دیگه ارزش نداره، خودتون ارزش ندارید. همین الان هم مثلا بولتن فارس رو شما مطالعه کردید، خامنه ای قشنگ اومده گفته فلانی مثلا فلانی عز کنید، با اون نیرو برخورد کنید، محاکمش کنید، نه اینکه به خاطر مردم عزیزمون تو سیستان و بلوچستان، نه، به خاطر اینکه این رژیمش رو بخواد حفظ کنه هر کاری میکنه. گنده تر از اینها رو محاکمه کردن یا سربنیست کردن یا کنار گذاشتن. این نیروهایی که کف خیابون هستن دیگه عددی نیستن. پس خودشون باید عاقل باشن، به خودشون احترام بذارن، به آینده خودشون و خانواده‌شون فکر کنن. ایران بعد از جمهوری اسلامی هم زیباست، هم دیدن داره، هم اصلا یک چیز جالبی میشه. یعنی اصلا نمیشه از دستش داد واقعا. این آخوندها برن، اون موقع میبینیم که ایران ما چه پتانسیل هایی داشته. یعنی حتی خود همین نیروهای سرکوبگر هم مطمئنن یه شغل درست حسابی آبرومند خواهند داشت و دیگه لازم نیست به خاطر یه پولی که یه استخونی که جلوشون میندازن هر تن به هر کاری، تن به هر خفتی بدن. ما مقایسه بکنیم درآمد نیروهای نظامی مثلا ایران رو با ترکیه، نمیگم خیلی بریم دور، با حتی عراق، به نظرم یعنی من مطمئنم که خیلی کمتره درآمد نیروهای نظامی ایران. یعنی میخوام بگم که این اتفاق، نابودی جمهوری اسلامی به نفع همه مردم ایرانه، همه مردم ازش استفاده میبرن، فقط اون دزدایی که دارن میلیارد دلاری و میلیون دلاری از ایران میدزدن، آره اونا ضرر میکنن که اونام تعدادشون زیاد نیست، یعنی 1% جامعه هم نیستن، 2% جامعه هم نیستن. بریم به سراغ اعتصابات. الان ما شاهد اعتصاب کامیوندارا هستیم تو شهرهای مختلف و یه سری کارگرای مرکز صنعتی هستن. حتی من دیدم که تو اصفهان کشاورزا میان تجمعاتی برگزار میکنن جلوی اداره آب. باید این واقعا گستره تر بشه، یعنی ما شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده دامدارها و کشاورزا بودیم قبلا، الان دیگه وقتشه که همه بیان، مخصوصا دامدارهایی که سراسری در سراسر کشور بارها و بارها اعتصاب کردن، الان وقتشه که بیان به صحنه، بیان به کمک من، بیان کنار مردم بایستن تا از این
سیاهی جمهوری اسلامی، از این همه دزدی که جمهوری اسلامی میکنه خلاص بشیم. یعنی الان وقتشه. کارگرای فولاد، خب مثلا ذوب‌آهن ما دیدیم که اعتصاب کردن ولی هنوز از فولاد اهواز خبری نیست. خیلی عجیبه برای من که چطور این کارگرانی که همیشه بودن الان که باید باشن نیستن. و همینطور کارگران فولاد جاهای دیگه، کارخونجات فولاد خیلی زیاده توی ایران، پتروشیمی های مختلف مخصوصا، خب پتروشیمی ها، پالایشگاه ها وقتی اعتصاب بکنن دیگه سوخت نیست برای ماشین سرکوب، برای هیچ کس نیست. و این خودش دو مرتبه یه انگیزه میشه برای اعتصابات گسترده تر و بزرگتر. چه توصیه‌ای داری که این، یعنی چقدر فکر میکنی که اعتصابات میتونه کمک بکنه که اعتراضات یا انقلاب زودتر به نتیجه برسه؟ من اجازه بدید در خصوص اون صحبت قسمت قبلی من چیزی خدمتتون عرض کنم. همونطوری که شما گفتید حقوق اینها نسبت چند تا کشور همسایه مقایسه کردید، اینها مثلا یک سرهنگ داخل نیروی مسلح جمهوری اسلامی از یک نیروی هشت و شعبی ساده تو عراق خود جمهوری اسلامی پولشو میده کمتر میگیره. این اسنادش منتشر شده بود دیگه، این صحبت من هم نیست. در خصوص اینکه گفتی شغل آبرو، من الان نامه زدن، نامش هم منتشر شد، ما منتشرش کردیم، احتمالا شما دیده باشینش که نوشته جایی نگید شغلتون چیه، به بچه‌تون نگید تو مدرسه بگه بابام چی کار است، به خانومتون بگید که مثلا به همسایه ها و به بقیه نگید شغل همسرش چیه. خب دیگه شما رسما به جای پلیس دزدی دیگه، شما پلیس نیستی با این ویژگی ها. قایم با لباس شخصی تردد کنین، لباس نظامی مثلا تو خیابون تردد نکنین. خب دیگه این چه زندگیه؟ خب شما دقیقا ویژگی های خلافکارا و دزداست دیگه، یعنی دقیقا یعنی آبروی شما رفته. حتی این دفترچه خدمات درمانی میبرن دکتر که اون رو میبینه اصلا تحویلشون نمیگیره. خیلی هاشون پیام میدن میگن آقا ما میگن مثلا برید آخر وقت بیاید، اصلا اعتبار نیدا میدن داروخونه هم دیدن سیستم قطع و از این صحبت ها. یعنی واقعا اینا با فکر آینده خودشون هم باشن، هر اتفاقی بیفته بازنده این. خب در مورد اعتصابات چطور؟ فکر میکنی که اعتصابات چقدر میتونه کمک بکنه به ثمر رسیدن این انقلاب، یعنی سرعت انقلاب رو بیشتر میکنه؟ خیلی تاثیر داره. اعتصاب جمهوری اسلامی رو دچار استیصال میکنه، چون عملا راهی برایش مقابله با اون نداره، نمیتونه اعتصاب رو سرکوب کنه، ماشین سرکوبش رو متوقف میکنه. چرا؟ چون چرخ اقتصاد متوقف، اقتصادی که ندارن، همین نیمچه اقتصادی هم که وجود داره اون رو چرخش رو متوقف میکنه. از طرف دیگه مهمترین اصل اعتصاب نشون دادن قدرت همبستگی مردم. شما تصور کن میری داخل یک شهری، میری داخل یک خیابون و محله، میبینی تمام مغازه‌ها بسته است به صورت هماهنگ. خب این نشان از اتحاده. طبیعتاً من مردم، شما مردم دوچار حس غرور بهمون دست میده، حس میکنیم که تنها نیستیم. اما نیروهای سرکوبگر، عوامل جمهوری اسلامی، خود مسئولان رژیم با دیدن این صحنه دوچار ترس میشن. و در برخی از صنعت هم که شما اسم بردی، واقعا توقف یک روزش برای جمهوری اسلامی یک فاجعه است دیگه. باید اینکه اعتصاب چند روزه و چند هفته ای باشه، یعنی این اعتصاب بسیار بسیار مهمه. اما اینکه چه کاری انجام بدیم، برخی از کسایی که اصنافی که شما اسم بردید در اعتصاب شرکت نکردن، ببینید ما الان شرایط کنم به یک من نحوی هست که میشه گفت 90% مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و قطعا از اون 90% هم در اصناف و مشاغل مختلف حضور دارن. اما مثل همین مراسمات شادی بود، تمام عروسی بود، یک مراسماتی بود، یک عده دوست داشتم بیان وسط، اما باید دستشون رو میگرفتن، یعنی مینشستن اینجا. بعد اتفاقا که میومدن وسط خیلی هم مجلس رو گرمتر میکردن نسبت به قبلی ها. ما بایستی کار کنیم این بهانه رو ببینید دست یک عده که بیان اعتصاب کنن، همون کاری که تو ذوب‌آهن اتفاق افتاد، تو قسمت حالا اسمش نمیدونم نبرد بود، حالا اگه اشتباه تلفظ نکنم، باید این بهانه رو داد که اعتصاب صورت بگیره. مثلا اون راننده اتوبوس BRT شاید بخواد بیاد اعتصاب کنه، اما بهانه‌اش نداشته باشه. ما میتونیم در مقابل اون پارکینگی، اون پارک سواری که اون اتوبوسش از صبح میخواد بیاد بیرون،
یک دو تا میخ بذاریم اون اتوبوس لاستیکش بیفته، اون راننده از خداش، اون رو بهانه میکنه، اصلا میگه من امنیت ندارم نمیرم. این بهانه رو باید داد و مراقب افکار اصلاح طلبانه باید باشیم. ببینید الان خیلی قشنگ و خیلی میشاد بگم مثلا با ظاهر حق به جانبی میان مثلا میگن رفتار مردم رو نقد میکنن، نه چرا مثلا اتوبوس پنچر شه دو نفر به سر کار نمیرسن. آقا ما جوانامون کف خیابون دارن میمیرن، چند هزار نفر از بهترین جوانای کشور در داخل زندان هستن. الان شما فاز مهربونی بلد داشته که دو نفر سر کار نمیرسن، سه نفر دیر میرسن، چهار نفر سر ایستگاه سرزشون میشه. ما در وضعیت انقلابی هستیم. برید یک بررسی کنید انقلابای گذشته رو، حتی شورش 57 هم بررسی کنید، قشنگ متوجه میشید که اونها چه کارهایی کردن. پس بنابراین باید مراقب این هم باشید. ما در وضعیت انقلابی هستیم، باید پیروز هم بشیم. افشین جان حتی بهتره بگیم در وضعیت جنگ هستیم. جمهوری اسلامی دقیقا اعلان جنگ داده، یعنی دستش به هر کسی از مخالفاش برسه همون کار رو میکنه که با یک دشمنش انجام میده دیگه، با دشمنی که میشه گفت. یعنی ما الان دقیقا در همون وضعیت هستیم، بایستی پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. بنابراین مراقب این افکار اصلاح طلبانه بایستی بود. 100% موافقم باهات، در خدمت. 100% باهات موافقم. جمهوری اسلامی از روز اول جنگ کرد، یعنی در جنگ با مردم ایران بود و بیشترین صدمه رو به مردم ایران زده در تمام این 43 سال گذشته، به غیر از اینکه کل این منطقه رو به خاک و خون کشیده، یک عالمه جنگ درست کرده. بمش هم بالا صحبت کردیم قبلا که برای چی اصلا این اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده اشغالگره و مردم ایران رو به چشم دشمن نگاه میکنه، بهشون بدترین رفتار رو با مردم ایران داشته. هیچ حکومت دیکتاتوری دیگه ای اینقدر ظالم نبوده، این رفتارها رو با مردم نکرده. مثلا حتی کره شمالی هم ممکنه مثلا میگیره مخالفاشو میکشه دیگه تموم میشه، جمهوری اسلامی تجاوز میکنه، اعضای بدن میدوزه، شکنجه میکنه، به خانواده ها حمله میکنه. یعنی کثیف تر جمهوری اسلامی واقعا نیست و ما هم راه برگشتی که هیچ نداریم، راه دیگه ای هم نداریم. ما فقط یک راه داریم و اون نابودی جمهوری اسلامی، هیچ راه دیگه ای نیست. ما باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، به دلیل اینکه دیدیم در این 43 سال گذشته ماندگاری جمهوری اسلامی چه بلاهایی به سر مردم آورده، هر روز بدتر و بدتر و بدتر شده، هیچی بهتر نشده. برای همین بعضی وقتا دوستانی میان به من میگن که به نظرت میشه این دفعه، در خارج البته، من میگم آخه راه دیگه ای نیست، چرا نباید بشه؟ باید بشه، باید بشه، ما باید بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، راه دیگه ای نداریم. برای همین خب خیلی مهمه این نیروهایی که دارن میان بیرون، این نیروهایی که پای کار هستن، قدر خودشون رو بدونن، از خودشون محافظت بکنن. همونطور که خودت گفتی اول برنامه، باید روشایی باشه، ما گفتیم قبلا، از این عینکای موتور سواری مثلا بزن داشت همراه داشته باشن، یا لوله پولیکا یا لوله آهنی. یه دوست دیگه پیشنهاد داده بود که یه لوله نیم متری آهنی که سرش یه زانویی وصل بکنین، هر سپری رو میشکونه، این سپرهای نیروی انتظامی رو، یا وسایل دیگه. به هر حال باید بتونن از خودشون محافظت بکنن، باید بدونن که وارد میدان جنگ میشن و این جنگ رو باید ببریم، یکی با تعداد، یکی با هماهنگی. هماهنگی به نظر من ارزشش و قدرتش از سلاح گرم جنگی هم بیشتره، اگه ما هماهنگ باشیم با هم، با همین کوکتل مولوتوفا، با همین نارنجکای دستی که درست میکنن تو خونه، میشه از پس این نیرو انتظامی بر اومد، از پس این نیروهای سرکوبگر بر اومد. نظرت چیه در این مورد، در این زمینه؟ من کاملا با شما موافقم. یعنی ما همیشه یک مثالی داریم از بین نظامی ها، میگیم اگر یک دسته، یعنی تعداد زیادم، یک دسته سرباز وظیفه که دو ماه آموزش دیده اما سازماندهی شده باشن، با هم هماهنگ باشن، کاراییشون از یک گروهان افسر با تجربه اما که سازماندهی نشدن، یعنی کسی نمیدونه اون وسط تو اون گروهان وظیفه‌اش چیه، کدوم قسمت مثلا بایستی به عهده بگیره، اون دسته سرباز وظیفه از اون گروهان بدون برنامه موفق تره. چرا؟ چون میدونن چه کاری باید انجام بدن، دست پاچه نمیشن. یعنی وقتی مثلا دارم یعنی میدونه گاز اشکاور پرتاب میشه، یک نفر میدونه که وظیفه‌ش اونه باید اون رو خنثا کنه، یکی دیگه میدونه که چه کاری باید انجام بده. وقتی نیروهای سرکوب دارن میان، خب کسی که وظیفه‌ش این بوده که کف خیابون رو
موانع بچینه که اون نیروهای سرکوب بهش نزدیک نشن، اگه وظیفه خودش رو انجام درست انجام داده باشه، اون نیروها اصلا نمیتونن نزدیک بشن که بخوان صدمه برسونن. ولی این بیبرنامگی باعث میشه که یک جمعیت چند هزار نفره با یک گاز در شوار متفرق میشه. یه دونه موتور بیاد، موتور سرکوبگر، تو تا اون دریچه گاز و دستگیره گاز رو بالا پایین کنه، صدای اگزوزش بیاد، همه برن، چون کسی نمیدونه وظیفه‌اش چیه. یک نفر که میدوه رو عقب، همه میگن پس ما باید بدویم. این تعیین وظیفه، این مسئولیت پذیر بودن. ببین حتما، چون حرکات مردمی خودجوش اینطوری نیست که مثلا یکی بیاد بگه آی نریمان این وظیفه شماست، کرمی این وظیفه شماست. نه، شما خودتون بر اساس هوش جمعی که اونجا هست خودتون تصمیم میگیرید که چه کاری از عهده شما برمیاد. فقط نباید تماشاگر بود. در خصوص نیروهای سرکوبگر هم جناب نریمان، ما بارها گفتیم، حالا من در برنامه شما عرض میکنم، اگر ما بتونیم موانع رو به گونه بچینیم که این نیروهای سرکوب نتونن ازش گذر کنن، 80% خودمون رو از لحاظ فیزیکی ایمن نگه داشتیم. کاری که هنگ کنگی ها کردن، این ویدیوهاش همه در یوتیوب موجوده، میتونن برن عزیزان ببینن، با خیلی از وسایل و اشیای ساده. فقط ما باید بدونیم که در این نبرد ما باید پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. و از این بین افکار اصلاح طلبانه مثلا دقت نکنیم که فقط کارشون نقد کردن رفتار مردمه. آره این چرا اون کارو کرد، اون چرا این کارو کرد، اون مال نمیدونم بیت المال بود، این مال نمیدونم دو نفر دیگه بود. اما جمهوری اسلامی مجاز خوش اوریانترین خوشنطا رو انجام بده، اونا ساکت بشن، هیچی نگن. به اینها اصلا دقت نکنید. هر کاری که میدونید و به نظرتون میاد که بایستی انجام بدید که جمهوری اسلامی دچار استیصال بشه، انجامش بایستی داد. یعنی واقعا اینطوریه دیگه. آقا انقلابه، نه اعتراض ساده، انقلابه. دقیقاً. در خدمتتون هستم. نه مرسی. نمیخوام خیلی طولانی بشه این برنامه. به هر حال فقط خیلی سریع بگم، عینک موتور سواری یا همین گاگل ها، حالا برای مصارف دیگه هم داره، جوشکاری، این جور چیزا، اونا دستکشای کاری که بتونن باشون گاز اشکاور رو بردارن و یه سلاح دفاعی باید همراهتون باشه، بتونین از خودتون دفاع بکنین، دست خالی نلین. و بعدم پیروزی شما کف خیابون باعث میشه که به بقیه جرأت بدن، که اون بقیه که قشر خاکستری هن و منتظرن ببینن چی میشه، اونجا جرأت پیدا میکنن که میان تو خیابون و ما میتونیم اینجوری برسیم به اون جمعیت میلیونی که همش دنبالش هستیم. تهران 14 15 میلیونی خیلی راحت تو جمعیت میلیونی به وجود میاد، به شرط اینکه مردم مطمئن باشن که امنیتشون تأمینه. این ترافیک هایی که بارها دورور دانشگاه شریف درست شد، دورور زندان اوین درست شد، توی همین شادی ها تمام خیابونا بند اومد اصلا، اینها نشون میده که جمعیت ما چقدر بیشتر از حامیان جمهوری اسلامی. و این بچه هایی که شجاعند و میان توی خیابون کسانی هستن که میتونن این پیروزی ها رو به دست بیارن با کمین گذاشتن، با برنامه ریزی، با هماهنگی و آمادگی داشتن برای این. یعنی یه سری وسایل اولیه باید همراهشون باشه. شما اگه صحبت پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم. نه خواهش میکنم. خصوص مسائل امنیتی، بله، هم که شما گفتید مواردی رو اشاره کردید. بعد من بازم تاکید میکنم مراقب سیگنال موبایلتون باشید، سر و صورتتون رو کامل بپوشونید، حالا هوا هم سرد، سرما هم نمیخورید اینطوری. اگر نشانه ای که در قسمتی از بدنتون هست، حتی مثل موچ دستتون رو هم بپوشونید، موی سرتون اگه رنگش یک رنگیه که با بقیه متمایزه اون رو هم بپوشونید. امنیت شما بالاترین خاصه ما. و اینکه همونطور که شما گفتید از خودتون دفاع کنید، این بسیار مهمه، از خودتون دفاع کنید و اون چشم شیطان ها کورشون کنید. یعنی اصلا نگذارید یک چشم شیطانی بمونه. راه هم زیاده، اگر اینو جوش کردن هزار یک راه هست که میتونید خودتون بررسی کنید و اون چشم شیطان ها رو از کار بندازید. به هر طریق ممکن که میتونید به جمهوری اسلامی بایستی فشار وارد کرد. اعتصاب هم بسیار مهمه. هموطن یعنی که صدای من رو میشنون، تصویر من رو میبینن، خواهشی ازشون دارم به اعتصابات بپیوندید. فکر نکنید اگر الان دارید میرید سر کار بگید به من ربطی نداره، حالا من یک دونه چی میشم، من یک دونه مثلا اگه برم مغازم رو باز کنم یا برم پشت فرمون ماشینم بشینم یه باری رو برسونم،
اتفاقی نمیفته. چرا؟ اتفاقا همین دونه دونه هاست که باعث میشه که ما به موفقیت نرسیم. پس شما موظف هستید. ببینید چرخ کامیون شما داره روی خون هموطنان ما میچرخه. اون کرکره مغازه شما رو که بالا میدی دارید در هنگام عزای ما دارید خوشحالی میکنید. الان وقت نون خوردن و نون در آوردن از جون مردم نیست. یک مدتی همه با همدیگه کم میخوریم، به همدیگه کمک میکنیم، ولی وقتی که از جمهوری اسلامی گذاشتیم همه در کنار همدیگه به یک شادی خوبی میرسیم. پاداشش هم میگیریم حتما. در کمتر از چند سال شکوفایی رو در ایرانمون شاهد خواهیم بود. من در خدمتتون جناب داریم. امیدوارم که از جمهوری اسلامی به زودی گذر کنیم. به همچنین به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود. پیروز باشید. ممنونم.